با پاسپورت ایرانی میرن، با پاسپورت ایرانی میان. مثلا با پاسپورت ایرانی میرن دبی، با پاسپورت ایرانی از دبی برمیگردن، ولی از دبی با پاسپورت امریکایی انگلیسی میرن امریکا، میرن انگلیس، میرن اون کشور. او رو سیستم های ما اینجا مطلع نمیشن. جواد کریمی قدوسی نماینده تندروی مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال گذشته نحوه سفر به گفته او 300 تن از مقامات دو تابعیتی ایران به کشورهای اروپایی و آمریکا را تشریح میکرد. ابوالفضل ابوترابی همکار او در مجلس شورای اسلامی پا را از این فراتر گذاشت و ادعا کرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تابعیت اسکاتلند را دارد. در تحقیقاتی که ما انجام دادیم یکی از مسئولین بسیار مهم مملکتی تابعیت اسکاتلند، در واقع میشه همون انگلستان، به اسم تحصیل سالها و تابعیت اون کشور رو به دست آوردن. من عرض کردم با من تأسف میخورم که با این پست و مقام به این بالایی و در حد تراز بسیار مهم مملکتی امروز در مزان اتهام تابعیتی اسکاتلند دارن. مدت هاست که مخالفان دولت حسن روحانی او و برخی از اعضای دولتش را به داشتن تابعیت یک کشور بیگانه متهم میکنند. اما جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس که روابط نزدیکی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد، روز سه‌شنبه اول مرداد 98 23 جولای 2019 در نطقی اتهام خود علیه روحانی را تکرار کرد. یک هندوی از نفوذ در این کشور به تدریج شکل گرفته. ملت عزیز هم بدانند تمام مصیبت‌های امروز شما در این کندو مدیریت می‌شود و آن کندو کندوی جریان غرب‌گرا و نفوذ است و تا به ملکه این کندو حمله نکنی سربازانشان نمیگذارن وضع شما بهبود پیدا کند. دیروز در پس سؤال 27 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر دفاع در مورد یکی از این افشاگری های ما روی کندوهای نفوذ که بحث دو تابعیتی ها و کندوی نفوذ در این کشور بوده وزیر دفاع رو آوردن. 5 بار هم اسم بنده رو آقای رحیمی در صحبتاشون مطرح کردن و سؤال رسمی بنده رو از وزیر خارجه روی نفوذ در تیم مذاکره و نقش دوری اصفهانی و این که ما گفتیم آقای رئیس جمهور دو تابعیتی است و مسائل اینجوری رو ایشون بیان کردن. کریمی قدوسی بعدن لیست افراد مذکور را به رسانه ها داده و آنها لیست را منتشر کردند. لیستی که در آن علاوه بر نام حسن روحانی، نام افرادی همچون سعید نمکی وزیر بهداشت، معصوم ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست و معاون کنونی رئیس جمهور، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی و چند معاون وزیر و استاندار هم به عنوان افراد صاحب تابعیت دوگانه یا اقامت دائم در یک کشور بیگانه دیده می شود. پیش وزیر اطلاعات رفتیم، سازمان اطلاعات سپاه رفتیم، آقای ظریف رفتیم، قوه قضاییه رفتیم، پلیس گذرنامه رفتیم، از تمام وزارتخانه هم استعلام گرفتیم. هر کس دو تابعیتی هست از جمله پیش وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات هم رفتیم. یک سال ما کار کردیم. نام مدیران برخی از شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، کشتیرانی، پالایشگاه‌ها، چند مدیر و عضو هیئت مدیره از بانک‌ها، شهرداری‌ها، مدیران امور مالیاتی و مشاوران مقام‌های ارشد دولتی هم در این فهرست به چشم می‌خورد. کریمی قدوسی گفته افرادی که نامشان آورده شده احتمالاً بر اساس شواهد و قرائن، استعلام و شواهد اطلاعاتی، ظن قوی و مدارک موجود دارای تابعیت مضاعف یا دارای اقامت یک کشور خارجی هستند. ولی همین جناب آقای رحیمی آمدن مصاحبه کردن و گفتن اسم آقای روحانی تو این لیست بوده. خب این لیست اولیست که ما از مخزن 1,200,000 نفر دو تابعیتی توی وزارت امور خارجه، پلیس گذرنامه، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی این لیست در اومده. 100 نفر. این لیست دو بار واسه توسط این دستگاه ها تعدیل شده. شده این لیست و این لیست. به رنگ آبی و به رنگ سبز.
اما اتهام دو تابعیتی بودن علیه حسن روحانی پیشتر از سوی برخی دیگر از سیاستمداران محافظه‌کار مطرح شده بود، از جمله توسط حمید رسایی نماینده ی سابق مجلس که میگوید برای دو تابعیتی بودن حسن روحانی سند وجود دارد. ما در نوهده تیت کردیم ابهام در تابعیت دوم حسن روحانی، چهار تا سوال مطرح کردیم. آقا این سوالات تو افکار عمومی مطرحه، بیاد جواب بدید، توضیح بدید، برطرف کنید، نذارید این شبه عمق پیدا کنه. چهار تا سوال این بود. ببینید فیلمی که منتشر شده، این بعد از اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شد این فیلم منتشر شد، دانشگاه کلاسیکو منتشر کرد، ارزم به حضورتون نشون میده که آقای روحانی رفته اونجا میخواد مدرک دکتراشو بگیره و خلاصه لباس روحانیت هم در آورده، اون لباس دانشگاه اونا رو تنش کرد و عمومان هم ورداشته، قراره اون کلاه رو بزنه سرش. مجری صدا میزنه به همون زبان انگلیسی که حسن فریدون رو دعوت میکنه بیاد روی سن برای گرفتن مدرکش. بعد آقای روحانی میگه من سال 60 همزمان با مجلس اول به صورت رسمی رفتم، ثبت احوال و فامیلی رو عوض کردم، تا قبل از اون غیر رسمی بود، از اونجا به بعد شد رسمی سال 60. خب طبیعیه کسی که فامیلیشو عوض میکنه، شناسنامه‌شو عوض میکنه، پاسش هم عوض میشه، همه حواشی اینجوری عوض میشه، میشه روحانی. خب چجوری میشه که ایشون سالها بعد، 17 سال 18 سال بعد بلکه بیشتر، در انگلیس وقتی که میخواد مدرک بگیره اینو با اسم حسن فریدون صدا میزنن؟ I present these students to receive the award of Doctor of Philosophy Hassan Feridun for a thesis entitled The Flexibility of Sharia. اگر آقای روحانی با هویت حسن روحانی که سال 60 عوضش کرده رفته ثبت نام کرده تو دانشگاه گلاسکو، باید قاعدتا بگن حسن روحانی بیروسه، ولی میگن حسن فریدون. پس معلوم میشه که آقای روحانی با یه هویت دیگری غیر ایرانی تو اون دانشگاه ثبت نام کرده. این سواله. دو، آقای روحانی وقتی شما لیست دانشجوهای خارجی اونجا رو بررسی میکنی، دانشجویی به نام حسن فریدون یا حسن روحانی نیست. این نشون میده که پس آقای روحانی باز به عنوان یک شهروند اونجا رفته، اونجا ثبت نام کرده، تو اون دانشگاه درس خونده. یعنی اون نام حسن فریدون تحت عنوان دانشجو خارجی نیست؟ نیست دیگه، لیست دانشجو خارجی نیست. یعنی شاید یکی بگه آقا ایشون بالاخره حالا درست پاس شناسنامه شد، یه پاس نگه داشته باشه، با خودش رفته با اون پاس. خب باید اگه با اون پاس ایرانی حسن فریدون بوده وقتی تو لیست دانشجو خارجی اسمش باشه که اینم نیست. سوال سوم اینه، تیم تحقیق و تفحص میگه آقای روحانی 70 حدوداً حدود 70 سفر داشته تو این 17 سال، باید 70 ویزا صادر شده باشه، در حالی که مراکز قانونی میگن ما 70 ویزا از آقای روحانی نداریم. سوال سوم، پس معلوم میشه که ایشون این سفراش وقتی وارد اونجا میشده ویزا لازم نداشته. این سوال سوم. سوال چهارم این که باز تیم تحقیق و تفحص میگن که آقای روحانی دو تن از کارکنان فرودگاه شهادت دادن که تو این سالها دو بار آقای روحانی وقتی میخواست پاسش رو تحویل ما بده اشتباهی پاس دیگه از جیبش در آورد داد به ما. بالاخره اون دو تن رو بخوان آقا، سوال کنن ازشون. در این بین اتهام دو تابعیتی بودن دامن خود جواد کریمی قدوسی رو هم گرفته. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده ی دیگر مجلس در نطقی به قدوسی حمله و ادعا کرده است که او ایرانی نیست و اصالتاً اهل افغانستان است. طالبان یک قیف داشت به ریش مردم میگرفت، ببینه چقدر ریشش استاندارده و مردم رو کتک میزد اگر کسی با اون قیف طالبان استاندارد نبود. آقای کریمی قدوسی، زمانی که اجداد شما، بستگان شما، فامیل شما از افغانستان به ایران حمله میکردن، ما بودیم که دفاع میکردیم از ایران. کی به شما شناسنامه ایرانی داده؟ کی به شما اجازه داده کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کنید؟ شما بعد برید و حرفا رو بزنید و کریمی قدوسی رو متهم کنید از افغانستان آمده، از جد و آبادش افغانی است. چرا؟ چون گفته است آقای رئیس جمهور رو تابعیتی است.
اگر این اتهاماتی که آقای رحیمی به بنده زده است که کذب محض است، شرافت شما را هم زیر سوال برده، اگر یک سند مبنی بر این که یکی از اجداد ما ولو 7 نسل در افغانستان بوده آمده، همیشون باید بیا توی صدا و سیما این سند رو پخش کنه و الا صدا و سیما باید همین مذاکرات من رو پخش بکند. در غیر این صورت اگر این کار رو نکردن، من از دولت افغانستان میخوام اونا بیان بررسی کنن اگر ما یک رگ و ریشه‌ای در طول تاریخ تو اقوام اونجا داشتیم، بیان بگن اینا افغانی هن، برگردن بیان ما میریم در خدمتون. ابهام درباره یه تابعیت برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته، از جمله درباره آیت الله محمود شارودی رئیس سابق قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که همگی متولد عراق هستند.